تمام قلب و جانم به دعای تو الیزا جان آمین میگم با این پرستش عالی ایمان دارم که قلب های ما حسابی آماده است که بس نیکو کلام خدا در اون پاشیده بشه آمین من فکر میکنم هیچ چیزی مثل آموزه خلقت مورد بیتوجهی قرار نگرفته اوج مباحث ما در مورد آفرینش خدا، خلقت خدا به جایی ختم میشه وقتی میخوایم صحبت کنیم راجبش که قدمت زمین کی بود و کی زمین به وجود اومد انگار یه بنای تاریخی بوده که ساخته شده و تموم شده ولی خداوند ما از روز صبح پیدایش تا به حال و تا به عبد در حال آفرینشه باور میکنین؟ امروز قادره عزیزان امروز قادره در اون جاهایی که خالی پری بیافرینه در اون جاهایی که ذهنای ما و قلب ما شاید تاریکی به خاطر مسایبی رسوخ کرده نور و روشنایی بیافرینه امروز خداوند قادره مثل همیشه در خلقت آسیب دیده خودش شفا و آزادی خلق کنه بیافرینه به خصوص خداوند ما قادر متخصصه میتونم بگم در خلق رویاهای تازه در میان قوم خودش همینطور رویاهایی که اگه رویاهایی داشتیم مرده به خاک سپردیم و خداوند قادر دوباره رستاخیز بده باور میکنی؟ یه آمین داره اینجا یا نه؟ آمین میخوام با یه داستان شروع کنم این داستان در ذهن ما رو آماده میکنه تصویرهایی رو به وجود میاره که بتونیم با آمادگی بیشتری به نقطه مرکزی کلام خدا برسیم کشاورزی وجود داشت که در یک روز گرم تابستان خیلی سخت مشغول شخ زدن زمین بود همطور که داشت زمین رو شخ میزد یه های آقا گاوه از حرکت می ایسته هر کاری که میکنه این گاو به حرکت در بیاد بیفایده بوده در نتیجه مجبور میشه اون گاواهن فرسوده رو به کناری بندازه و با دستاش شروع کنه زمین رو بکندن همینطور که داشت خاکار رو این ورون ور میپاشید دستش میخوره به یه فلزی این فلز رو بیرون میاره و میبینه یک صندوقچه است که لب تا لب سکه های طلا و جواهره اصلا از شادی از هیجان داشت نفسش بند یه آمد یهوشکی این ورون نگاه میکنه ببینه کسی هست که او رو داره نگاه میکنه یا نه میبینه هیچکنی یه شیار کم عمقی روی زمین میکنه و دوباره صندوقچه رو اونجا پنهان میکنه تا در وقتی که مناسب بیاد سراغش و از شوق شورانگیز پیدا کردن این گنج شب تا صبح خوابش نمیبره و پیش خودش میگه اما چه فایده داره این گنج رو من به دست آوردم ولی این گنج توی مزرعه دیگه است برای اینکه من گنج رو تصاحبش کنم باید برم اون مزرعه رو بخرم تنها راهش اینه برای همین شروع میکنه هر چی که وسایل داشته میفروشه گاو گوسفند اولاق هر چی که داشته تازه شروع میکنه به در و همسایه و فامیل رفتن و در زدن و پول قرض کردن و اینقدر پول جمع میکنه وقتی که میره به پیش صاحب مزرعه صاحب مزرعه وقتی این همه پول رو میبینه بدون معطلی مزرعه رو میفروشه در این اسنا زنش بچهش فامیل همه تعجب میکنن شروع میکنن به مسخره کردن این چه کاریه آفتاب خورده به موخش این چه کاریه داری میکنه همه زندگیش رو از دست داد و این مرد با وجود اعتراضات خیلی شدید با موجهای منفی که به صورت به طرف او حجوم می آورد ولی تای دلش پر از شادی بود چون میدونست که خطه او به جاهای خوش افتاده و میراث خیلی بهی به او رسیده بعد از مدتی سر زمانش گنج میرو میره می فروشه صد برابر سود میکنه یک بروبیای عالی را میندازه دوستاش که دوستش داشتن با شادی و شادمانی میکنن بهش تبریک میگن دشمنانم هم از حسادت دق میکنن عزیزان در متو باب 13 آیه 44 این طور میگه پادشاهی آسمان همچون گنجی ماند من همینی که تو ذهنم میگم بهتون پادشاهی آسمان مثل یه گنج میمونه که شخصی اون رو پیدا میکنه و وقتی پیدا کرد انقدر شاد میشه که تنها راهی که براش میمونه که اونو پنهان کنه دوباره بره هر چی که داره مثل این قهرمان داستان ما بفروشه و بیاد مزرعه رو با گنجش تصاحب کنه آیه اینو میگه صد البته وقتی این آیه رو تو متا باب سیزه آیه چل و میخونیم اشاره مستقیمش به کشف حیرت انگیز پاتشایی خداست تجربه شورانگیز نجات اون لحظه ای که نجات رو پیدا میکنیم تولد تازه رو پیدا میکنیم چنان حرارت چنان وجد و شادی در ما ایجاد میکنه که اون لحظه فکر میکنیم تا آخر عمرمون واقعا هم تصمیم میگیریم که حاضریم خودمون رو انکار کنیم و هر چی که برامون عزیز بوده کنار بندازیم فضله بشماریم و فقط این گنج رو به دست بیاریم داشته باشیم این گنج رو آمین از ما گنجی داریم در زمین خاکی دلهای ما این گنج حساب کردنی نیست قیمتش حساب کردنی نیست و این ایسای مسیح خداونده که در گنج در زمین خاکی دل ما مسکن گزیده. دارین این گنج رو در قلباتون؟ اما متاسفانه خیلی از افراد جای این گنج رو پیدا میکنن به تصرف در میارن ولی دلبستگی هایی که به دنیا دارن و عوامل خیلی زیادی باعث میشه که این شورو شادیه شادی تاثیر به دست آوردن اولیه اون گنج رو در خودش خفه کنه کم کم نسبت به این گنجی که به دست آوردن چی میشن بی اتنام میشن و تبدیل به افرادی میشن که گنج مخفی رو دارن به تملک خودشون در آوردن ولی در اون حالت بلقوه مونده و نه فعال شده و نه تکثیر شده و نه صد برابر سمر به امر آورده تنها عاملی عزیزان تنها عاملی که باعث میشه شور و حرارت اون گنج اولیه همه شور و حرارت تولد تازه رو تجربه کردین نیست؟ اون شور و حرارت تو قلب ما بمونه و روز به روز مشتعل بشه و مدام تجدید بشه اینه که ما یک رویا در دل خودمون داشته باشیم البته این در طی سفر روحانیم گاهی این گنج این ای فیتیله نیمه سوزه که پایین میاد یه ذره روی خاموشی میگره اصلا اینا طبیعیه اگه اون گنج باشه اگه اون رویا باشه دوباره عزیزان مشتعل میشه پس داشتن یک رویا عزیزان در قلب ما باعث میشه که ما تشویق بشیم یعنی اون نجات همینطور خونسا در وجود ما نمونه یعنی این رویایی که خدا میده ما رو از هر سختی از هر دشمنی از هر انادی از هر مخالفتی از هر چیزی که باعث میشه شور و حرارت این گنج پایین بیا در قلبای ما حفظ میکنه باور میکنین عزیزان چطور این رویا به وجود میاد خدا یه روزی طبق ما اشتیاغه. به وسیله یک وعده به وسیله یک خواب وسیله یک تصویری که در ذهن دیجاد میکنه یا حتی یک آرزو بذری رو در قلب تو میآفرینه و اون آرزو که در قلب تو به وجود بیاد دست نوازشگر خداست عزیزان که در قلب تو میکوبه نمیذاره تپش بازیسته انقدر در قلب تو میکوبه انقدر تو رو تشویق میکنه در افتخیص ها که جلو بری تا اینکه این, که این بذر به ثمر بشینه این آرزو میتونه یه آرزو شخصی باشه این رویا یا آرزو میتونه یه رویا یا آرزو برای زندگی خدمتی تو باشه شغل تو باشه در شغل تو یه رویایی داری باید یه رویا داشته باشی که بری جلو باید یه رویا داشته باشی که این تو رو فرو نریزه میتونه در زندگی خانوادگیت باشه یک رابطه‌ای که خراب شده آرزو داری رویا داری که بهترین باشه بلند کرده بشه میتونه شفا آزادی باشه در یه قسمتهایی همینطور که من دعاها رو گوش میکردم خواهر عزیزم مارگریت گو میخوام تو رو ببینم میخوام به پاهای تو بیفتم این میتونه یه رویا باشه یه آرزو باشه تمام مردان و زنان خدا وقتی خدا رو اونطور در جلال و شکوهش ملاقات کردن بطن یه آرزو بوده در قلبشون آمین عزیزان امروز میخوام به تو بگم تویی که روی این صندلیا نشستی و کسی که داری از طریق هر رسانه گوش میدی اگه رویایی در قلب تو داری اگه آرزویی در قلب تو داری هیچ تجربه منفی نمیتونه تو رو بازی سونه، آمین هیچ تجربه منفی هیچ دشمنی هیچ چیز که بیاد مانع ایجاد کنه نمیتونه جلوی تو رو بگیره تا زمانی که توی رویا در قلب تو داری یک آرزو در قلب تو داری تو در خدا فنا ناپذیر هستی آمین عاشق بعضی از حقایق کلام خدا هستم اینکه نه اینکه داشتن یک روز رویا و آرزو شور و حرارت در قلب تو ایجاد میکنه تو رو تا مقصد رستگاری تا مقصد آزادی از اون دروازه رستگاری نهایی عبور میده بلکه عزیزان در این اسنا در این فاصله حتی روی زمانبندی خدا تاثیر میذاره روی زمان کایروس خدا تاثیر میذاره تو متا باب نو آیه دو یادتونه زنی که مشکل خونریزی داشت شفای این زن در برنامه زمان زمانبندی خدا نبود وقتی این کلام میخونیم عیسی مسیح داشت میرفت دختر یایروس رو زنده کنه اصلا قرار نبود این زن شفا پیدا کنه ولی این زن یک آرزویی در دلش داشت یک رویایی در دلش داشت تمام اون جمعیت رو از هم شکاف آخ که اگه فقط دامن ردای او رو لمس کنم شفا میابم شفا یافت یا نه؟ آمین مرقس باب ده و یادتونه برادر عزیزمون آرش معجزه عالی راجبش که بارتیموس کور اصلا قرار نبود معجزه اونجا رخ بده ولی شاید خیلی اونجا نابینا بودن ولی بارتیموس وقتی شنید های مسی داره از اونجا عبور میکنه اصلا چیکار کرد شورش کرد شورش کرد یه مرد نابینا میخزید شاید روی زمین که خودشو به عیسی برسونه آدم های زمانه اون زمان مذهبی و فریسی ها خواستن صدای او رو در گلو خفه کنن فقط او بلندتر فریاد میزد عیسی پسر داوود بر من رحم کن چه میخواهی که برای تو بکنم؟ میخواهم بینا شوم یک رویا داشت از یک آرزو داشت و او رو گفت دنبالش بود این رویا بود که به او توان داد انگیزه داد محرک داد که تمام این صداها رو تا نطفه خفه کنه و اون رویا به بار بشینه عروسی قانا یادتون نزدان تو یوحنا باب دو اصلا قرار نبود که اونجا موجزه رخ بده زمان هنوز به کمال نرسیده بود فقط عیسی با شاگرداش رفته بودن تو اون عروسی مادر ایسا یک آرزو در قلب خودش داشت یک رویا در قلب خودش داشت وقتی فهمید که شراب تموم شده خواست که قده های سنگی پر از شراب بشه چی گفت عیسی مسیح مادر عیسی شراب تمام شد شراب تمام شد ای زن مرا با تو چه کار است الان وقت معجزه من نرسیده زمان کایروس نرسیده چرا داری منو مجبور میکنی؟ چرا؟ ایسا, ایسا اینطور جواب داد کسی که رویا داره کسی که آرزو داره انگار اصلا نشنیده بود نشنیده بود که عیسی داره چی میگه به خدمتکارا دستور داد قده ها رو بیاورید عیسی نگاه کرد مگه میکشه در مقابل کسی که یک رویا و آرزو در دلش داره ایستادگی کرد تمام کائنات به خصوص خدا برای اون رویا و آرزو میسته و گفت قده ها رو بیارین پر از آب کنید و آب ها در مقابل خالق بی همتاشون خالقی که سازنده رویا هاست رنگ باختن رنگ عوض کردن و تبدیل به شراب های ناب شدن اگر عیسی در ظرف خاکی تو وجود داره اگر عیسی در ظرف تو در حال نفس کشیدنه تو یک رؤیا در دل خودت داری و این رؤیا با پشتیبانی نیروهای الهی به جلو حرکت میکنه به مقصد می شتابه خود عیسی رؤیایی در دلش داشت نیست و اون رؤیا چی بود نجات من و تو بود که الان اینجا نشستیم برای همین خیلی چیزها رو متحمل شد تا سمره رویای خودش رو که من و تو هستیم ببینیم خیلی از چیزها میخواست رویای او رو در نطفه خفه کنه حتی انسانیت خود ایسا یادتونه تو باغ جتسیمانی ای خدا اگه بشه این پیاله از من برداشته بشه اگه برداشته میشد این رویا به انجام میرسید فقط نه به خواهش من بلکه اراده توی شود تا اینو به زبون ورد تمامی فرشته ها کابینه الهی و تمامی کائنات برای او راه پیمایی را انداختن تا این رویای خدا در دل ایسا به سمر برسه آیات خیلی عجیب و غریبی عزیزان آیات خیلی قدرتمندی در کلام خدا وجود داره که به من و تو که شبیه خدا آفریده شدیم میتونه خیلی الهام ببخشه من فقط دارم کوتا کوتا گذر میکنم روی این آیات دبوره رو یادتونه در باب پنج بریم بخونین اگه یادتون نیست شکوهمندترین و زیباترین حرکات مافوق و طبیعه که در دنیای روحانی و نادیده داره اتفاق میفته که چشمای جسمانی نمیتونه ببینه اونجا اتفاق افتاد دوره یک رویایی در دل خودش داشت بین چارده تا داور یک زن بلند کرده شد یک دعوت الهی داشت یک رویایی در قلبش خدا گذاشت این رویا چی بود؟ پیروزی و سربلندی قومش و اونجا دشمن شروع کرد که چوب لای چرخو بذاره تمامی کائنات شروع کردن با رویای خود رویا مال کی بود عزیزان مال دبوره بود نه مال خدا بود کی باید رویا رو به انجام میرسوند خدا خیلی زیباست اصلا من واقعا محو این چیزهای موافق و طبیعی در کلام خدا میشم میگه ستارگان در منازل خود برای رویای دبوره که از خدا بود جنگیدن کوه و دریا شروع به لرزیدن و شورش کردن تا رویای خدا که در دل دبوره بود به انجام برسه وقتی که دبوره دید چطور امدادهای الهی پشتشن به جان خودش گفت ای جان من به پیش برو میتونی امروز به جان خودت بگی به پیش برو بگو ای جان من بپیش برو کاش که یکی اینقدر حواسش جمع باشه که ببینه امروز خدا چی داره بهش میگه از ماه آپریل تا الان چندین بار خدا رویای به کلیسای آلفا و داده و بارها اینو تکرار کرده در اشعیا 43 18 چیزهای اولین رو به یاد میاور در امور قدیم تفکر نکن اینک من چیز نوعی به وجود میارم و آن الان به ظهور میرسه آیا اونو نمیبینی؟ آیا اونو نمیتونی تشخیص بدی؟ دست تو بذار رو چشمات بگو خدایا میخوام رویای تو رو ببینم نشنیدم عزیزان من خودم احتیاج دارم برای همین انقدر بلند بگو که صدای خودت رو بشنوی و نیروهای تاریکی و فرشته های امدادگر بشنوم، خدایا میخوام رویای تو رو ببینم آمین آمین بزرگترین رسالت عیسی مسیح باز شدن چشمای روحانی من و توست خدا مشتاقه که چشمای روحانی ما رو قبل از هر چیزی باز کنه مسیحیت در یک کلمه عزیزان یعنی دیدن و خدا مشتاقه که رویای او رو ببینی چون در کلام خدا امثال باب 19 آیه 18 میگه جایی که رویا نباشه قوم افسار گسیخته میشن یعنی چی عزیزان یعنی کسی که رویایی نداره به تباهی و سردرگمی میره چون هیچ هدفی در زندگیش نداره بلا تکلیفه میونه دو لنگه فقط دائم در حال لرزیدنه شور و حرارت و سر زندگی رو از دست میده عزیزان برایان ویلیام که نمیدونم کیه فقط جمله رو دیدم نوشته بود وقتی مردم رویا ندارن و از رویا پردازی متوقف میشن شروع به مردن میکنن خیلی از ماها در روحانیت در رشد روحانی در شناخت خدا داریم پس میریم و خدا میخواد کلیساشو بلند کنه کلیساشو زنده کنه اینک من چیز نوعی به وجود میارم آیا اونو رو نمیبینی؟ آیا اونو نمیبینی؟ چقدر مهمه که کلیسا رویای خدا رو ببینه برای همین چون پولس رسول ماهیت زنده کلیسا رو میشناخ چه دعای شکوهمندی برای کلیسا ها کرد دعا میکنم که چشمای دل شما ها روشن بشه ای کلیسا روحانیت در یک مکلم خلاصه شده یعنی دیدن اگه تو درست ببینی میتونی درست بشنوی میتونی درست درک کنی و خیلی از ما مسیحیان دچار نابینایی روحانی میشیم رویای خدا رو در زندگی شخصیمون در کلیسا در خدمتمون نمیبینیم رؤیا یا داشتیم گم کردیم دچار سردرگمی میشیم برای همین خیلی مستعدیم که به حاشیه ها بریم چقدر عمر و زندگی ما رو تو خدمت این حاشیه ها از دست داد به یغما برد عزیزان خود من بارها در مخته های از زندگی رویای خودم گم کردم خدایا الان در این زمان خواست چی میخوای برای کلیسات؟ خدایی چه رویایی داری؟ خدایا چه هدفی برای زندگی من داری؟ سریع دیدم چقدر دوچار سردرگمی شدم بزرگترین رسالت عیسی مسیح خداوند باز شدن چشمای روحانی ماست عزیزان بازم تو مرقس استناد به آیه خدا باب هشت وقتی اون کور میره به پیش عیسی مسیح و انتظار داشته چشماش باز شه با امید با آرزو با رویا میره پیش عیسی مسیح عیسی مسیح آب دهان بر چشمای اون میذاره دست روی چشمش میذاره میگه الان چجوری میبینی؟ عزیز جان چی میبینی؟ میگه آدمیان را مثل درختان خرامان میبینم چرا؟ چرا این دفعه اینطوری شد؟ چرا؟ اون مرد کور نیاز داشت چشمای فیزیکیش باشه دوست داشت طبیعت زیبای خدا رو ببینه پدرشو و چرا داره اینجوری میبینه؟ چون عزیزان عیسی مسیح خداوند مشتاق اول چشمای روحانی ما رو باز کنه چشمای روحانی مرد باز شد و مردمان رو چون درختان دید در تمام کتاب مقدس انسان به درخت تشبیه شده یادتون مزمور یک مثل درختی نشانده شده نزد نهرای آب تو حزقیال خیلی اشاره شده به انسانهایی که مثل درختان تر و تازه هستند. و هر سال میوه میارن تو اشعیا باب یک میگه اونایی که ردای عدالت بر تن اونا ردای تسبیح بر تن اونا گذاشته شده تاج شادی روغن شادمانی اونا کسا برای چی این همه مواهب داده شده به یک انسان بعد نوشته برای اینکه اونا درختان کاشته شده به دستای خداوند مغروز به دستای او باشن تا برای تمجید نام خداوند به کار برده بشوند دستات رو روی چشمات بذار بگو خداوند چشمای روحانی منو باز کن خداوند چقدر احتیاج دارم که روشنتر ببینم و کلام خدا میگه تمامی این زمینی که میبینی به تو میدم به قوم خدا میگه عیسی مسیح در عهد جدید میگه سرتو بلند کن ببین نمیبینی شاگردا چهار ماه دیگه فکر میکردم محصول آماده است نمیبینی نگاه کن زمین ها سفید شده به جهت درو آماده است محصول فراوانه چرا نمیتونی ببینی این خیلی قدرتمنده خیلی دلم میخواد گوش کنین در این لحظه اگه تا الان از دست دادین الان از دست ندین تو با ذهنت فقط فکر نمی کنی. تو به صورت کلمات فکر نمی کنی. تو به صورت تصویر فکر می کنی. باور می کنی؟ برای همینه که قصه ها، مسئله ها، تمام چیزهایی که خداوند ازش استفاده میکنه در کلامش میتونه قدرت داره تصویرها در ذهن ما بسازه ما تصویرها رو چون می‌بینیم فقط فکر نمیکنیم فقط کلمات نیست برای همین تصویرها قدرت داره چون یادمون نمیره آمین, آمین. برای همینه که خدا و کلامش هر روز میخواد به سراغ ما بیاد چون رفعت های او خوندیم هر روز تازه میشه امانت های او بسیاره هر روز به سراغ ما میاد و میخواد عوض کنه نگاه های ما رو و دوباره شروع کنه تصویر های تازه دادن آمین تصویر ذهنی که وقتی داشته باشی از آن این تصویر ذهنی به تو کمک میکنه که رویای تو به حقیقت بپیونده این یک اصله این یک اصل خیلی مهمه چون آفریننده ما هم ما شبیه او آفریده شدیم نیست رویا داشت تصویر داشت در میان آن همه تاریکی چی دید تصویر داشت نیست روشنایی دید در اون همه خالی بودن چی دید پر بودن و دید در اون مرد فرسوده و طوفان زده چی دید یک مرد زورآور و قوی در اون مردی که میلغزید دائما شکست میخورد چی دید ایسا؟ یک صخره دید عجیزان صخره دید ما حتی میتونیم این قدرت رو داریم تصویرها رو خلق کنیم باور میکنید تو ذهنمون خلق کنیم تا از این های ذهنی منفی خلاص بشیم زمانهایی بود که من ایسا رو اصلا نمیشناختم و دو من تقریبا چهار پنج سالشون بود و اتفاقات خیلی منفی تو زندگی ما افتاده بود و من هیچ ریسمونی از آسمون نداشتم مثل شما الان آویزونش بشم کلام خدا خداوند ما ایسای مسیح که زنده است برای همین خدای فیض و بخشیده بود که تو قسمت تصویرسازی و خلق تصویرها یه مقدار متبهر بودم و وقتی اون لحظه اون زمان ها احساس می‌کردم چقدر داره چیزهای منفی به خورد مخصوصا بچه های من داده میشه گفتم چیکار باید بکنم چه،, چه،, کاری باید بکنم که این تصویرهای منفی به تصویرهای مثبت مبدل بشه اون موقع تنها کاری رو که از دستم بر اومد این بود که روزی یه ساعت تقریبا آهنگای دنیایی بذاریم و شروع کنیم به رقصیدن آهنگای شاد بذاریم با بچه ها شروع کنیم به رقصن و سعی کردم آهنگایی پیدا کنم که یکم تصویرسازی میکنه مثلا یکی از بچه‌های عزیز من که واقعا یه گنج بزرگ در زندگی من، عارف عزیز که روحش پر از لطافته، انگار یه جوری به آسمون وصله، و بارها و بارها از نظر روحانی به من کمک کرده تو اون زمان بچگی من اون لطافت روح اون رو میدونستم برای همین گفتم آهنگایی رو خواهر من پریسا خیلی کمک میکرد که با هم انتخاب کنیم آهنگی رو که ما انتخاب کردیم آهوی دشت زنگاری آهوی دشت زنگاری یادتونه تو که میگی دوستم داری میری و سراغم نمیای گفتم این آهو و دشت و این چیزا رو هی تکرار بشه این بچه ها تو ذهنشون این طبیعت رو ترسیم کنن خیلی میتونه کمک کنه آهنگ زیادی که تو جک و جونور بود مثلا کفتره کاکل به سر <applause> های های این خبر از من ببر های های شروع میکردم بپر بپر شدن یه آهنگ دیگه هم بود که فکر کنم شهره میخون کلاقه دوم سیا یادتونه کلاق دومسیا غار غارغار رو سر کن مسافرم میاد شهر رو خبر کن همین گفتم این کلاق دومسیا و نمیدونم این آهوی به خصوص دشت زنگاری بعد به جایی رسیده بود این عشق زیبای من پسر عزیز من تا این آهوی دشت زنگاری رو اول نمیذاشتیم بقیه چیزها رو نمیتونستیم اجازه نداشتیم گوش بدیم و میخوام سمرش رو بگم عزیزم وقتی که ما ایمان رو اینقدر این سرود چنان که آهو برای نهرای آب شدت اشتیاق دارد همچنان ای خدا جان من اشتیاق شدید برای این خیلی اینو مجذوب میکرد رویاها میدید نتیجه عالی ترش چی؟ وقتی ما رفتیم کارت خوب اینترویو بدیم رئیس دادگاه پرسیده بود که همون اول تقریبا یه ماه بعد ما اینترویومون شده بود الان شما ایمان رو اصلا چه خدمتی میکنین چیکار میکنین آرف گفتون ما پرستش میکنیم ما تو خونمون دائم پرستش میکنیم من جاز میزنم گفته یکی از سرودهایی که میخونین معمولا تو پرستش چی همینو خونده بود چنانکه که آهو برای نهر میدونید. من نمیگم حتما این باعث شده ولی میخوام بهتون بگم عزیزان حتی یه چیزای کوچیک که یه مادر میتونه تو خونه خلق کنه به وجود بیاره چقدر میتونه تاثیر روی بچه ها بذاره خدا من به سراغ ارمیا میره خدا عاشق اینه که ما رویا ببینیم ای ارمیا چه میبینی؟ شاخه یا درخت بادام میبینم خدا زوق میکنه ازا نیکو دیدی نیکو دیدی ادامه بده من بر کلام خودم دیدبانی میکنم تا اون رو به سمر برسونم ارمیا در چه وضعیتی بود یه پسر 15 16 ساله تمام دورورش بی حاصل خوش. زمستون روحانی و جسمانی فراوون در قومش در خانوادهش فقط شروع کرد دیدن کسی حالیش هست که ببینه من چی دارم میگم شاید امروز از زمستون های طولانی میری سب نکن بهار بشه شکوفه ها رو ببینی بعدم هم آها بهاره هنر نکردی شروع کن در زمستان بهار رو دیدن اون موقع هایی که درخت زندگی تو شغل تو پول تو خدمت تو خشکه شروع کن به دیدن آمین, آمین. خدا میگه نیکو دیدی ای کلیسای آلفا و مگا چه میبینی چه میبینی اینک من میخوام چیز نوعی به وجود بیارم و آن الان به ظهور میرسه آیا تشخیص نمیدی یا همش به امور قدیم میچسمی من میدونستم آمین که کسی اینقدر زرنگ باشه که بدونه دارم چی میگم خیلی از ماهای موقع با استقامت و پایداری رویای خدا رو جلو میبریم درست عزیزان پیش از اینکه رویای خدا در زندگی ما رشد و نواب بده رها میکنیم رها میکنیم چرا رها میکنیم؟ چون شروع میشه جنگ جنگ هایی که در اندیشه ماست در فکرهای ماست این ذهن ما میشه زمین فوتبال شیطان گفتمان های منفی ذهنی شروع میشه و دلسردی منفی بودن ترس، نگرانی مثل خرچنگ ها به مغز ما به ذهن ما میچسبه و ذهن ما درست لحظه پیروزی انگار رویای خودش گم میکنه باور میکنی؟ بازم مثال میزنم سعی میکنم با مثال اینا رو تفهیم کنم خودم هم چقدر احتیاج دارم اینا رو دوباره و دوباره بشنوم یادتونه الیشه آمین که بعضیا شاید یادشون تشویق بشه برم بخونن تو دوم پاتشه ها باب شیش الیشا یه رویا در قلبش داشت پیروزی و پاتشاه آرام این رویا رو میدید ولی خادم او چشمای روحانیش بسته بود نابینا بود وقتی که اومد بیرون فقط عربه های دشمنه میدید دیدین ما چه کنم چه کنم اون زود به راهه چش... اش تو چشم و حلقه میزنه ای hey, آقایم چه کنیم بدبخ شدیم الیشا چیکار کرد ای خداوند چشمای او رو بکشا تا آن چیزی که در دنیای روحانی حقیقت محضه همین الان در دنیای روحانی از آن داره اتفاقاتی میفته خوش به او که میشنوه و بر میداره این گنجو الیشا چشمای روحانیش باز شد و عرابه های آتشین نیروهای آسمانی رو دید نگرانیش تو اثر چی بود؟ عزیزان چه کنم چه کنمش؟ هر موقع که به چه کنم چه کنم میفتی رویای خودتو نمیبینی چشمای روحانیتو نمیبینه عزیزان دستتو بذار روی چشمت چشمانم رو خدا بکشا ای خداوند چشمان من و اول همه بکشا نکنه رویای تو رو از دست بدم رویایی که خداوند تو منو گذاشتی در این نقشه و هدف خودت ای خداوند نکنه از دست بدم چشمای من رو بکشا نگرانی ترس شک سمرات ندیدن رویای خداست در باب سیزه آیه سیزه میگه نگرانند چرا نگرانند؟ عیزا همه بگن چون نمیبینند داشت به یه عده شریعتی فریسی که فقط جسمانی بودن داشت میگفت از این جهت به اینها با مسئله ها داستان ها سخن میگم نگرانن نگرانن دائم چه کنم چه کنم مثل قلام الیشتا جی نمیبینن شنوا هستن نمیشنون نمیفهمن فکر میکنم الان لازم آهنگ گوگوش رو بخونم نیست <تصحنت> نگاه میکنم نمیبینم چشم من رو نگاه های دیگه پر کرده گوش میکنم نمیشنوم گوش من رو صداهای وزوز دیگه پر کرده خدا نکنه که اینطور بشه عزیزان و عیسی رو به شاگرداش میکنه رو به شماها میکنه و میگه لیکن خوشها به حال چشمان شما چون موقع تولد تازه و ما چشمان روحانی پیدا کردیم ما یه اشخاص روحانی هستیم ما این توانایی رو داریم که ببینیم خوش آب حال شما خوش آب حال چشمان شما زیرا میبینن میتونی یه آمین بگی؟ آمین. خوش آب حال گوش های شما که الان روی این نشسته چرا خوش آب حالتون؟ زیرا میشنود دست و بذار رو چشما چشمای من میبینه من من گشمای من قدرت خدا میشنبه آمین یکی مواردی که نمیذاره رویای خدا رو ببینیم از خیلی ما مستعدیم همچون که گفتیم که وقتی که ترس نگرانی چیزای منفی به ما رسوخ میکنه اینا باعث میشه اینا فقط نیست که یه روزمره هر از گاهی بگی نگرانم الان رو خودم اعلام مثبت میکنم الان یه نفر دعا میکنه نه عزیز تمام این ترس و نگرانی ها اگه متوجه نباشه هر لحظه من خودم باید فکر خودم مدیریت کنم همجور که مستعدم تصویرهای عالی خدا رو ببینم همینطور مستعدم تصویرهای خیلی منفی ببینم هممون همینطوریم برای همین چقدر باید بیدار و هوشیار باشیم از این تصویرهای منفی یه حسار به وجود میاره یه دیوار به وجود میاره که ما رو نابینا و ناشنوا میکنه نسبت به رویای خدا میخوام بهت بگم عزیزان دشمن یه کلیسای پر جمعیت که تونتون خدمات کنه صبح تا شب نمیترسه دشمن شیطان از کلیسایی میترسه که رویا داره چون کلیسایی که رویا داره زنده است و به پیش میره آمین آمی. ترس ها دودلی ها ها نگاه کردن به چیزهای اولین بیاعتمادی به رویای خدا همه اینا حسارها و دیوارها به وجود میاره و ما امروز میخوایم به قوته. نام عظیم عیسی مسیح که فاتح سه دنیا بود آسمان زمین و زیر زمین جهنم و به خاطر مرگ و قیامش فاتح سه دنیا اعلام شد و اسیری رو به اسیری برد عزیزان و بخشش ها و رویاه ها به تک تک ما بخشید ما امروز به قدرت این نام میخوایم حسار ها و دیوارها رو فرو بریزیم آماده ای؟ یادتونی یوشا چی گفت؟ یه رویا داشت خدا تصاحب اریها اریها گفت وقتی که کرنای یوبیل به صدا در میاد یوشا گفت نیست با صدای بلند عزیزم با صدای بلند آوای تو یه آوای تو خالی نیست کد داره و این کدش ایمانه وقتی با صدای بلند فریاد میکنی میریزه این دیوارها دیوارها ریخت نیست عریها به تصاحب در اومد امروز هم حسارها و دیوارهایی که ذهن ما رو بسته قلب ما رو بسته نمیذاره رویایی که خدا به کلیسا داده نمیذاره رویه های زندگی و خدمتمون در رابطمون نمیذاره ببینیم امروز روزیه که فرو بریزه نمیدونم این داستان ها به شما الهام میبخشه عزیزان این قدرت رو میده که به پا خیزید برای کسایی که شاید کلام خدا رو نمیشناسن. برای اینکه الهام به شما بیشتر بخشیده بشه و با همدیگه در اون روح اتحاد بیستیم یادتونه علی بابا و چل دزد بغداد عزیزان ما بچه ها این داستان ها هستیم یه حقیقت خیلی شگرفی در این داستان هاست علی بابا چی پیدا کرد؟ یه گنج پیدا کرد زیر زمین نبود کجا بود؟ تو صخره و ها می آمد یه جای بلند وای میساد چی می گفت با اقتدار کی یادشه کی بگو پوریا سیزم باز. سسمی <applause> بچه بودیم نه سسمی باز شو عزیزان صخره ها و کوه باز میشد و علی بابا به اون گنجی که خ... میخواست رسید اگه داستان کتاب مقدس الهام بتون نمیبخشه اشکال نداره به همین علی بابا چل دوست به بغداد بچسبیم آمین بیسیم با هم عزیزان یه موقع این داستان های کودکانه خیلی بیشتر الهام میبخشه آمین مثل اون آهوی دشت زنگاری و نمیدونم کلاق دمسیا ای پدر عزیز شکرت میکنم برای آره کلیسای تو برای آره کلیسای عزیز تو که بهای سنگینی دادی نه فقط یه نفسی برو بیاد نه فقط کجدا مریض کنن نه فقط مثل قوم شکست خورده که نمیدونم سروم بهشون وصل میشه گاهی تزریق میشه یه نفسی میرو میاد ای زنده ایم نه ای خداوند ای فاتح فاتحان تو اسیری رو به اسیری بردی تا امروز قوم تو در رویه هایی که تو به اونا میبخشی در زندگی شخصیشون خصوصیشون خدمتشون کلیسای محلی ما پیروزمند و برافراشته باشن ای خدا من تو تو نفقیه. مرگ و قیام زفرمندانی تو بلکه ای خدا من تو اسم شریف و عزیز خودتو به کلیسای خودت سپردی واگذار کردی دادی به این اسم آمین عزیزا این اسم عزیز عیسی که هر زانوی امروز باید شه در حضور این اسم هر دشمنی که اجازه داره رویای کلیسا رو بدزده هر دشمنی که به خودش این اجازه رو میده که منفی نگاه کنه در نام عیسی مسیح سرنگونی این نیروهای تاریکی رو در بین خواهر و برادرامون اعلام میکنیم در نام عیسی مسیح اعلام میکنیم همچون که خودشون در قدرت نام عیسی مسیح در اون مقام الهیشون که تو آفریدی تاج جلال بر سر اونا گذاشتی و اونا رو به اعمال دست خودت مسلط کردی با این قدرت در این مقام خودشون دست گذاشتن و بینایی رو اعلام کردن ای خدا و اعلام میکنیم که چشمای ما گشوده است چ... ما گشوده است که صدای تو رو بشنویم و رویای تو رو ببینیم چون نمیخوایم چیزهای گذشته رو آویزونش بشیم چیزهای اولین رو میخوام به یاد نیاریم تو امور قدیم کشمکش ها فکر نکنیم شکستا بلکه به اون چیزی که تو الان داری در کلیسات خیلی وقتی که شروع کردی و خیلی وقتی که به ظهور رسیده میخوایم ببینیم چون اگه کسی رویای تو رو نبینه اینگاه پشت به تو کرده ما میخوایم با تو مثل ستارگان که از منازل خود به خاطر تو با تو می برای رویای تو میخوام در صفوف دو باشیم. در تو باشیم در لاین تو باشیم خداوند پس به کلیسای و اومگا میگیم نمیدونم کدوم مزموره فکر کنم و 24 ازم میگه ای دروازه ها سرهای خود رو برافرازید ای درهای کوهن و ابدی سرهای خود رو بلند کنین با عظمت نگاه کنین این دروازه ها این درها که چند وقت یه بار باید روغن بخوره و این روغنش رویایی تازه است که امروز روغن کاری شده سرهای خود رو برافرازین گشوده بشین در نام عیسی مسیح برای رویای خدا چون پادشاه جلال میخواد داخل این کلیسا بشه داخل زندگی های ما بشه داخل شغل های ما بشه روابط ما بشه خدمت ما بشه این پادشاه جلال کیست؟ عیسی مسیح خداوند آمین عیسیای مسیح خداوند عیسیای مسیح خداوند عیسیای مسیح خداوند عیسی مسیح, مسیح خداوند او که در جنگ های ما همیشه فاتح است در جنگی که او جنگیده ما پیروز هستیم فقط این پیروزی رو اعلام می‌کنیم در این پیروزی میست پادشاه جلال همه چیز ما از توست رویای ما تو هستی تویی که در ما مسکن گزیدی <applause> هللویا ای خداوند از کدوم حصار و کدوم دیواره که جلوی پادشاه جلال میتونه بیسته در نام عیسی مسیح هر حصار بدبینی هر حصار منفی هر حصار دشمنی هر حصار و دیواری که دشمن اجازه داده توی ذهن ما نمایش های ذهنی به وجود بیاره به قدرت این فاتح این شاه شاهان این خدای همیشه پیروز فقط اعلام میکنیم که فرو بریز فرو بریز اقاله های دشمن فرو بریزین این مشورت های شیطان زدی کلیس های آلفا اومگا باطل بشین چون پادشاه جلال در بین ما سلطنت میکنه آمین و آمین و آمین